درود بر شما دوستان گرامی، وقتتون بخیر. توی پست پیشین این جمله رو داشتیم که بیشتر از هر پست دیگری کامنت این جمله درسته رو به خودش اختصاص داد. خیلی از دوستان گفتن این جمله درسته و حق میدم به افراد که این جمله رو احساس کنن درست هست، چون ما این جمله رو به این شکل بسیار زیاد شنیدیم و دیدیم. اما در واقع باید بدونیم که این جمله یک اشتباه هست و یک اشتباهی هستش که لرنر و نیتیو با توش مشترکه، یعنی چه نیتیو چه ما که داریم زبان رو یاد میگیریم همه این اشتباه رو به یه شکل مرتکب میشیم. در واقع اینجا جمله داره اشتباه ترکیب میشه. ما اون طرف داریم she is taller than، در واقع دو تا آدم رو داریم، دو تا جمله رو داریم که با هم مقایسه شدن. I am tall, she is tall. این همچین جمله هایی رو داشتیم، زدیم سر هم دیگه، میگیم she is taller. یعنی در واقع اون she is رو با I am رو داریم با هم مقایسه میکنیم توی بحث بلند قدی. و ما نمیتونیم بیایم بگیم مثلا اون هست بعد از این بر بگیم به من را، چون می یعنی به من، یعنی من را مفعوله. ما نمیتونیم اون طرف yes فاعل داشته باشیم، این طرف یه داره مفعول داشته باشیم. میگیم A is taller than B. A و B باید از یک جنس باشن. نمیتونیم بگیم مثلا A بعد بگیم is taller than to B. نه، تو دیگه نمیخواد بیاریم، تو مفعولش کرده، اون مفعول نمیخواد، ما خود فاعل رو دوباره میخوایم، چون دوتاشون دارن با هم مقایسه میشن و از یه جنس باشن. خلاصش کنم، این جمله درستش این شکلی میشه، میگم she is یا my sister is taller than I am. اوکی okay؟ یعنی از اونی که من هستم اون بلندتره. اوکی okay؟ I am tall, she is taller than I am. اون بلند، من بلندقد هستم، اون از اونی که من هستم بیشتره. درسته؟ اینه ترکیب داخلیش. ولی ما اینو فراموش کردیم یا اینو کنار گذاشتیم و الان نیتیو و غیر نیتیو همه داریم اینو اشتباه با هم میگیم she is taller than me و هیچ ایرادی نداره. فقط بدونیم درستش میشه she is taller than I am یا she is taller than I. حالا میخوایم با بقیه هم صدا بشیم، هیچ موردی نداره. اما اگر داریم برای امتحان IELTS یا TOEFL یا امتحانی مانند این آماده میشیم، این نکته رو حواسمون بهش باشه.